سلام، امروز میخوایم نحوه استفاده از تابع سابستیتیود رو برای شما شرح بدیم. این تابع در واقع قسمتی از یک متن رو که مورد نظر ما هست به طوری که ما میخوایم تغییر میده. مثلا یک قسمت از متن که ما میخوایم عوض بشه این کار رو برای ما انجام میده و تبدیلش میکنه به متنی که ما میخوایم. تابع سابستیتیود بسیار مشابه تابع ریپلیس هست، با این تفاوت که ما توی تابع سابستیتیود میایم مشخص میکنیم که چه متنی با چه متن دیگه عوض بشه، اما توی تابع ریپلیس ما میایم جایگاه متنی که میخوایم تغییر پیدا بکنه رو مشخص میکنیم با یه عدد. یعنی میشماریم مثلا 1 2 3 میرسیم به اون عدد، به اون حرف، به اون کاراکتر و جایگاهش رو که به صورت یک عدد هست توی تابع وارد میکنیم توی ریپلیس. خب ما اینو توی ویدیو دیگه شرح دادیم، میتونید ملاحظه بکنید. اما تابع سابستیتیوت به چه صورت هست؟ خب ورودی اول این فرمول این تابع تکست هست که اون متنی است که ما متن اصلیمونه میخوایم توش تغییراتی اعمال بکنیم. ورودی دوم اولد تکست هست، یعنی متن قدیمی، یعنی اون قسمتی از متن که میخوایم عوض بشه. ورودی بعدی نیو تکست هست که یعنی متنی که میخوایم جایگزین این متن قبلی بشه، اون کاراکترهایی که میخوایم جایگزین این کاراکترهای قبلی بشه که مورد نظر ما هست. خب آخریش هم اینستانس نام هست، یعنی که مشخص میکنه کدوم یکی از اون حرف ها عوض بشه. یعنی ما اگر اون متن قدیمی که وارد کردیم، اون حرفی که وارد کردیم چند نمونه ازش توی اون متن اصلیمون باشه، این ورودی اختیاری مشخص میکنه که کدومشو میخواید حالا عوض بکنید. خب حالا میریم اولی رو وارد میکنیم، تمرینش انجام میدیم. substitute، خب متن قدیمی ما هست توی فرمول E2 احمد مظفری. متن قدیمی که میخوام عوض کنیم، شما فرض رو بریم بگید که میخوام A کوچیک رو توی این عوض بکنیم، یعنی هرچی A کوچیک هست اینجا تبدیل بشه به X بزرگ. خب توجه داشته باشید که این فرمول، این تابع نسبت به حروف کوچیک و بزرگ انگلیسی حساسه. یعنی مهمه که حروف کوچیک بزنیم یا بزرگ. ما الان اینجا کوچیک زدیم، میبینید که تمام حروف کوچیک انگلیسی تبدیل شد به X بزرگ طبق فرمولی که وارد کرده بودیم، اما A بزرگ تغییری نکرد. خب حالا یه جای دیگه هست، ما هم تو همین متن ما میخوایم فقط اولین A رو که توی احمد هست، اولین A کوچیک که توی احمد هست رو تغییر بدیم به X. خب اینجا همش رو تغییر داد. اینجا میتونیم از این ورودی اختیاری instance name استفاده بکنیم. به این صورت substitute متن ما توی E2 هست، چیزی که میخوایم جایگزین بشه A کوچیک هست و میخوایم که با X بزرگ جایگزین بشه. چندومیش اولین، یعنی اولین A. میبینید که فقط A کوچیکی که توی احمد هست تبدیل شد به X، بقیهش سر جاش هست. حالا اینجا میخوایم دومیش بشه، مثلا اینجا تغییر میدم توی فرمول، میبینیم که دومین A بعد از Z شد X. حالا سومی بزنیم بعد از F میشه. حالا توی مورد بعد اینجا ما متن اصلیمون هست I cannot، ما میخوایم not رو تبدیل کنیم به try. خیلی ساده انجام میشه. substitute متن قبلیمون هست توی فرمول E4، متن اصلیمون، یعنی چیزی که میخوایم تغییر پیدا کنه not هست، کامل مینویسیمش. چیزی که میخوایم بهش تبدیل بشه، یعنی بشه جایگزینش بشه، try هست. یعنی میخوایم اینجا من نمیتوانم تبدیل بشه به من میتوانم تلاش کنم و میبندیم. به همین سادگی متن تغییر کرد. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.